در زمان نخست وزیری مصدق اون با طرح ملی کردن صنعت نفت و سیاست موازنه منفی که در زمینه امتیاز دادن به دولت‌های خارجی در پیش گرفت، مغضوب دولت‌هایی شد که تا پیش از این از ایران امتیاز می‌گرفتن. طرح ملی شدن صنعت نفت توسط مصدق دولت انگلستان رو بیشتر از هر دولتی آزرد و انگلیس موضع خصمانه نسبت به ایران به خود گرفت. انگلیس به دنبال این بود که از طریق طراحی کودتا با کنار گذاشتن مصدق به اهداف خودش دست پیدا کنه، اما به تنهایی نمیتونست اون رو کنار بذاره. انگلیس چندین بار با آمریکا وارد مذاکره شد تا نظر اون رو به خودش جلب کنه، اما هر بار موفق نمیشد. با روی کار اومدن آیزنهاور در پاییز 1331 انگلستان تونست دولت آمریکا رو با خودش همراه کنه. آیزنهاور دالس رو به عنوان وزیر خارجه خودش انتخاب کرد. دالس جزء کسانی بود که اعتقاد داشت اگر جلوی اوضاع موجود در ایران گرفته نشه به یک کشور کمونیستی تبدیل میشه. آمریکا بعد از قیام 30 تیر از اینکه حزب توده اوضاع ایران رو به دست بگیره هراس داشت. همین هراس سبب شد که با انگلستان در طراحی و اجرای کودتای 28 مرداد همراه بشه. بعضی از مورخان آمریکایی از جمله ویلبر که در سازمان سیا بوده ترس آمریکا از کمونیست رو دلیل همراهی این کشور با انگلستان دونسته. آیزنهاور تلاش کرد تا اختلافات بین دولت آمریکا و مصدق رو با گفتگو حل و فصل کنه. اون در نشستی که در سال 1953 در شورای امنیت داشت موضع مستقل آمریکا در برابر ایران رو اعلام کرد. بعد از اون آیزنهاور وارد مذاکره با مصدق شد و پیشنهاد وام 100 میلیون دلاری رو به ایران داد، اما مصدق اونو نپذیرفت. عدم همراهی مصدق با آیزنهاور سبب شد که گفتگوهای اونها نافرجام بمونه و آمریکا تغییر موضع بده و با انگلستان همراه بشه. آمریکا با انگلیس یک صدا شد و به سازمان سیا اختیار تام برای اجرای کودتای 28 مرداد داده شد. دولت آمریکا هزینه 1 میلیون دلاری برای سرنگونی مصدق تعیین کرد. سازمان سیا تحقیقاتی پیرامون اوضاع ایران انجام داد و سلشکر زاهدی رو بهترین گزینه برای جایگزینی مصدق معرفی کرد. کودتا قرار بود در 25 مرداد انجام بشه، اما با در دست گرفتن ابتکار عمل توسط نیروهای ارتشی طرفدار مصدق در 25 مرداد کودتا در 28 مرداد رخ داد. برای طرح نهایی کودتا سرلشکر زاهدی یک دبیرخانه نظامی مشخص کرد و یک افسر رو با تایید دو دولت خارجی در رأس اون قرار داد. قرار بر این بود که قبل از کودتای 28 مرداد ارتش مصدق و یاران اون که اغلب از حزب توده بودن و تعداد اونا 100 نفر بود و دستگیر کنن و بعد از اون ارتش، شهربانی و ژاندارمری و مراکز رادیو و مخابرات رو تصرف کنه. همه چیز برای اجرای کودتای 28 مرداد آماده بود و تنها جلب رضایت محمد رضای پهلوی شاه ایران با طرح کودتا لازم بود. برای جلب رضایت شاه جهت امضای دستور عزل مصدق از اشرف پهلوی و شوارتسکوف استفاده شد. مقداری از پولهای سیاه به مخالفای مصدق داده شد تا علیه مصدق شورش به راه بندازند. روزولت یک ماه پیش از کودتای 28 مرداد به تهران اومد تا رضایت محمد رضای پهلوی رو برای عزل مصدق جلب کنه. روزولت شاه رو تهدید به امضای طرح کودتا کرد و محمد رضا شاه اون رو امضا کرد. محمد رضا شاه فرمان عزل مصدق و نخست وزیری زاهدی رو امضا کرد. پولهای پخش شده بین اوباش برای زمین سازی طرح کودتا بود. شورش هایی به راه افتاد تا بی‌ثباتی دولت مصدق رو نشون بده. سازمان سیا برای خرید نماینده های مجلس مبلغی رو هزینه کرد تا در روزنامه ها مقالاتی بر علیه دولت اون بنویسن. مصدق از نفوذ سیا در مجلس مطلع شد و تلاش کرد برای پیشگیری از این حادثه مجلس رو منحل کنه. مصدق به گمان اینکه طرح برکناری اون از طریق تایید نمایندگان مجلس انجام میشه، مجلس رو منحل کرد، در حالی که طرح کنار گذاشتن مصدق با امضای شاه انجام شد. سرهنگ نصیری در روز 24 مرداد پس از سخنرانی که داشت مصدق رو دلیل ایجاد آشوب‌ها دونست و سپس ابتدا همراهان اون رو دستگیر کرد و با حکم شاه برای دستگیری مصدق به خانه اون رفت. بعد از دستگیری مصدق نیروهای وفادار اون اوضاع رو در دست گرفتن و نیروهای حکومتی رو خل سلاح کردن. محمد رضا شاه با شنیدن این خبر از کشور خارج شد و به عراق رفت. طرح کودتا در روز 25 مرداد شکست خورد، اما طراحان کودتا از پای ننشستن و کودتای 28 مرداد رو رقم زدن. 3 روز بعد صبح روز 28 مرداد افرادی در خیابان‌ها جمع شدند و فریاد مرگ بر مصدق دادند. جمعی از اوباش با اونها همراه شدند و ادارات رو تصرف کردند. پس از اون به خانه مصدق حمله کردند و اون رو دستگیر کردند. با دستگیری مصدق دولت اون سقوط کرد و مصدق از سر راه دستیابی انگلیس و آمریکا به اهدافشون برداشته شد.